این ملتایی که به خاطر آوردن امنیت افغان ها و آمدن نظام مقتدر خودکفا زیر نام این و آن لوگو و شعار دارند، کمر بستن که ما در این وطن میاریم، دو دهه بر ما نشان دادن که به ترکستان روان هستند، به نقطه هدف نمی رسند. آزموده را آزمودن خطاست. این از این خاطر است که ما دو چیز بسازیم: روند فکر و ذکر زندگی را به حیث طرح مدون به شما میگم، و در عین حال ساختن اقتصاد از فکر و ذکر بالاترین ارزش زندگی را داره. تسلیحات نظامی که کشور خود کفا شود بدون اقتصاد نمیش، مراکز تعلیم تربیت تحصیل بدون اقتصاد نمیشود، جلو اختطاف و آدم ربایی و سود و دغل دغدغه های جهانی امروز به درد تو نمیخوره. آنچه که در دلت دغدغه داشت و میداشت باید آمدن فکر و ذکر اقتصاد نظام اسلامی عزیز میبود. صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. حضار نهایت عزیز و مهربان، برادران و خواهرانی که در هر سرزمینی هستند صدای مرا میشنوند، امیدوار هستم که در امان الله زندگی داشته باشند. امیدوار هستم زندگی ایمانی در قیادت نظام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده باشد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية. رواه البخاري. لفظ كمعادن الذهب در بعضی روایات دیگر یا در این بحر صورت. بعد از حمد و ثنای الله رب العالمین و اظهار درود بر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، به درس هفته امروز خواستم بار دیگر یک موضوع علمی را در روشنایی هدایات و برنامه های بزرگ محمدم رسول صلی الله علیه و سلم خدمت شما طرح کنم. عنوان موضوع هم است که از معادن ما چرا استفاده نکرده ایم، از معادن ما چرا استفاده نکرده ایم. ما در حقیقت دو معدن داریم، یکی معادن طبیعی در بعد اقتصاد امت اسلامی است، یکی معادن ایمانی، فکرسازی و مفکورسازی، انسانسازی، معنویتسازی هست. در این حدیث به هر دو اشاره شده. حدیث از کتاب امام بخاری رحمت الله علیه رحمتا واسعتا، اما از نظر علمی کسایی که سواد دارند باید یک سلسله نکات را متوجه باشند. هر عربی قرآن و حدیث نمی شود. زمانی که اگر ما یک چیزی را به نام حدیث عنوان کردیم، در اصطلاح کسایی که محدثند دست بلند به فهم حدیث پیامبرم دارند. تخریج حدیث، جرح و تعدیل، معارف، احکام، زوایای خبیعه. به این معنا هرگاه که عربی را ما به نام حدیث به امت ابلاغ میکنیم، باید ذخیرهش بگوییم که در کدام ذخیره است. زمانی که انسانها دور از دینداری، دور از قرآن، حدیث، زغال در بازار عرضه می کنند، می گویند که از کجاست. زمانی که ناک عرضه می کنند، اگر باشد نباشد باید به اندراب نسبت شود که ناک اندراب است.
اگر سیب عرضه می کنن هم، اگر باقی مواد از کچالو تا پیاز تا اجناس قیمتی که سیستم های پیشرفته موبایل است، هر کس به سر ذخیره و منبع و کمپنی اعتماد می کنن. از اینجاست که گهی گهی ما می نگریم که کمپنی ها نام تنهای خود را به فروش می رسانن. کمپانی که شهرت خود را گرفت، مطرح شد، مشتری پیدا کرد، آنجاست که تنها نام تنها را به مبالغ گزاف و فروش می رسانند. در غیر از او دیگر چیزی روی کوچه و بازار و به اسناد که به هیچ منبع و ذخیره ارتباط نداشته باشد، کسی به او اعتماد نمی کند. اگر در بخش خبررسانی عالمی بوده باشد، منابع موثق و غیر موثق در نزد جوان همه تقسیم شده است. گزارشات از بس که دروغ به نقطه های اوجی خود رسیده، گهی از آدرس منابع موثق جعلی نشر می کنند. خلاصه هرگاه که ثابت شود که منبع موثق است، ملت ها به گزارششان اعتماد می کنند. هر چیز به منبع خودش خیلی زیبا است. از اینجاست ما همیشه به نسل جوان پیام دادم، به خواهران و مادران ما در عصر قرن 21 که ما قرار داریم، دینتان را از آدرس خودش بگیرین. حلقات گوناگون در سرزمین های اسلامی هست، مربوط به انجینری، تخصص طبابت و کیمیا، فیزیک، ریاضی. حلقاتی که در هر سرزمین هست، ریاضی را به صنف مدرسه ما نیا. چرا ما داریم ولی تو همگیر فرصت نداریم که ما مانند کورس ها آماده باشیم. لذا هر چیز از آدرس خودش باش. وقتی که ما یک حدیث را به عنوان حدیث عرضه می کنیم، پیامون به مادران و خواهران و برادران عصر امروزی مخاطبان 21 ایست که هر چیز را تا زمانی که تایید از منبع خودش نشده قبول نکنین، زیرا بحثای متعلق به عقیده دارد، بحثای متعلق به داشته های دیگر دینی ما دارند. نمی توان یک انسان برای رساله خواندن مرجع شوه، مفتی شوه، همه چیز از آدرس از او با فتوا بگیریم. ای تو نمیشه. اگر ما همی فرموله در نظر بگیریم، خیلی مشکلات زندگی ما حل میشه. به این منظور هرگاه که قال رسول الله گفته، ما تخریج حدیث میگیم. تخریج به این معنا که به ذخیره خودش، به منبع خودش حواله شود. حدیثی که خدمتتان عرض کردم در حقیقت با فرق کم بخاری و مسلم، دو تا ذخیره عالمی در باب فکرسازی و انسانیت سازی. دوم زیر نام جرح و تعدیل داریم. زمانی که به یک منبع ما زغالی را از یک منبع استخراج می کنیم، بعد از آن تصفیه کاری می شود برای کشیدن موادی که زیر نام کاربون و غیره شبیه آن هست، به تصفیه از او که ملت ها از خطر بیرون شوند و استفاده مطمئنانه بکنند. هم ذخیره معلوم شد، مگر بعد از معلوم شدن ذخیره باز تصفیه کاری میشه که امو خوب و خراب و باطل و ردی و جیدش معلوم میشه. هرگاه که ما به ذخایر حدیث حواله دادیم، زیر نام جرح و تعدیل است، به این معنا که تصفیه میشه راستش از ناراستش و کمزور از زورورش، یک ردبندی و درجه بندی میشه. از این لحاظ هم این ذخیره که بخاری و مسلم باشد، این تصفیه شده است. ما زمانی که از تیل زغیر استفاده میکنیم، دو نوع استفاده است. یک استفاده است که خانواده ها زیر نام شیرین کردن به دیک ها را جدا یک ساعت دو ساعت شیرین میکنن، و یک نوع تیلی هست که تصفیه شده است، هیچ نوی شیرین کردنی جدا نمیخواد، فقط به دیگه پخته پزد پرتاب بکن، ازش استفاده کن. وقتی که به ذخیره بخاری و مسلم حواله دادیم، دیگر به تصفیه جدید نیاز نیست. هم ذخیره معلوم است، هم تصفیه شده است، هم مورد اعتماد جهان اسلام است، کسی نقد و انتقاد نداره. و آنچه حرفای خرد و کوچک در میان است، فقط به قشر علمی برمیگردد، با عامه مردم ارتباط ندارد. لذا بعد از آن سومین مرحله زیر نام شرح الفاظ یک بحث داریم. چون الفاظ حدیث کاملا عربی است، زمانی که یک انسان به زبان اجنبی وارد میشه،
گرامر مفردات از او را میخوانه. بعد از مفردات باز با جمله بندی یا به خطاطی اول الف با نوشته میشه. ارگا که این مفردات را یک کودک خانواده در خطاطی آموخت، بعدن باز جمله و مرکبات نوشته میشه. لذا در فن حدیث که آدرس مشخص شد، خطاطی لوحش معلوم، فیسش معلوم، قراردادش معلوم، رایج سر شدی، ثبت نام شدی، از مفردات شروع میکنیم. از مفردات حدیث که شروع میکنیم، اینجا گفتیم که انسانها مانند معادنن. معادن جمع معدین است. معدین محل قرار یا به تعبیر جهان امروزی قرارگاه مرکزی یک چیزی نامش معدین است. اگر طلا باشد، نقره باشد، نفت و گاز باشد یا زغال سنگ، هر چی که در دنیا دیده می شود، آن زمینی که زیر نام معدن مانند لجورد بدخشان، زمرد پنجشیر و معادین طلا و نقره دیگر، میسی عینک و مینی چیزا، جای قرارگاه اینها را نامش معدین گفتمش. ایرم مفردات و به نام شرح الفاظ گفته می شود. دومینش ایست که بهترین شما قبل از اسلام در کدام خانواده ای که بهتر بوده، بعد از مؤمن شدنش بهتری خانواده از او زیر سوال نرفته، برتری خانواده هنوز قوت یافت ولی زیر سوال نرفت. اینجا خیلی یک جمله زیباست، زیرا قدرت ها در تاریخ های بشر نشان دادن کسایی که اغراض شخصی دارن، مقاصد و اهداف خودشان دارن، هرگاه که نظام ها به دستشان آمد، کسایی که قبل از ایشان بود ایشان را سرکوب میکنن، اونا را خانه نشین و بازنشستگی فرمان صادر میکنن. اما اسلام عزیز در اینجا یک رمز بسیار قوی را داد. اگر کسی در یک خانواده بزرگ انسانی و به اصطلاح برادرای پشتون ما دی کورنی، یعنی کورنی معنایی که خانوادگی و خانواده بزرگ هستند، کلان شده باشند، بعدن که مؤمن شوند، بزرگی و شرافت ایشان بعد از اسلام نه تنها زیر سوال نمی رود بلکه قوی میشه، تقویت میشه. این یک بحث اشارش. اما در ادامه اشاره کرد که شرط بهتر بودن بعد از ایمان همیست که دانش آموخته باشد، و در آخر گفت که کسایی که اسلام را زیاد زیاد بد می بردن امی کسایی بودن، کسایی که اسلام خیلی زیاد بد می بردن بعد از ایمان آوردن قوی ترین انسان ها امی بودن. پس قضیه امی میشه که خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام. باید یک چند تا نمونه باید داد. عمر فاروق ابن خطاب رضی الله تعالی عنه و عن جمیع الصحابه اجمعین شخصیت است که در فهرست رتبه بندی سمتای علمی و تقوا و ارزش انسانی بعد از پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم دوم نمره است. اول نمره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در رتبه بندی های علمی و ارزش های انسانی و معنویت و محور شدن به فکر سازی. باید همه شما تک تک جوانان فکر ساز باشین. موبایل شما بهترین یک صنف درسی به فکر سازی، کمپیوتر شما بهترین یک دانشگاه عالمی برای فکر سازی، همه داشته هایی که در اختیار شما هست برای ساختن فکر انسانیت باید ذخیره بسیار غنی و سرشار بوده باش. پس به این خاطر خدمت عرض می کنم عمر فاروق را که شناختین دوم نمبر انسان بعد از پیامبر در کره زمین تا قرب قیامت نوشته شده. کسی دیگر در تاریخ امروز اگر ده ها ماستری و دکترا را در فنون مختلف جهان به دست بیاورند، مونوگراف و دفاعیه در حدیث، قرآن، فلسفه، بحث‌های علمی جهان داشته باشند، از نظر فکر و معنویت به رتبه عمر فاروق رسیده نمیتواند، زیرا دوم نمره عالمی ابدی هست، یعنی تا رسیدن به قیامت دوم نمره است. این فیصله شده، تثبیت شده است، نظر من و تو نیاز نیست. ایشان زمانی که مؤمن نیستن، مرد با صلابت، با عزم متین، قصه به یادتان است که یزنه و خواهر را چی کاری کرد، تصمیم قتل پیامبر داشت و در عین حال در جاهلیت کورنه بودن، از خانواده بزرگ بودن، شریف،
ولی زمانی که مؤمن به پیامبرم صلی الله علیه و سلم می شود، دقیقا که مرد دوم نمبر عالمی می شود. لذا خیارهم فی الجاهلیه، خیارهم فی الاسلام. ایمان عمر از داشته ها و خانوادش کم چیزی را نکرد، بلکه شرافتش را افزود. اما قبل از ایمان ذلیل بودند، عزت شرافت مظهر بیرونی نداشت. به تناسب خدمت عرض می کنم برادران امت اسلامی، بعد از آن تشبیه داد که مانند طلا و نقره ان. سبحان الله، بعد نه بلکه قبل از این بود، مانند طلا و نقره ان. قبل از اینکه شرح طلا و نقره را دهم، باید بگویم که عمر ابن عاص، خالد ابن ولید، سهیل ابن عمر، این شخصیت های هستند. عکرمه ابن ابی جهل، ابو جهل در دنیا قرآن تاریخ بشریت به شما معرفی کرده است، دشمن سرسخت پیامبر و خانواده زن و فرزندش با پیامبر دشمنی دارند. ولی زمانی که عکرمه فرزند ابو جهل به ایمان مشرف می شود، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، رتبه بلند در نظام اسلامی داره. خالد ابن ولید در قضایای احد کسی است که به نقطه های استراتژیک نظامی صحابه رسیدگی می کنه و از 50 تقریبا 39 نفر صحابه را به شهادت می رسانه. اما زمانی که مؤمن می شود، خالد ابن ولید نیز سیف الله در زمین خداست، شمشیر الله بود که در گردن دشمنان اصابت می کرد. و سهیل ابن عمر در قضایای حدیبیه هم با رسول گرامی که نماینده بود سخت پرخاش می کرد در برابر دین، اما بعدا مشرف به ایمان می شود. لذا خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام. میایم سراغ قضیه که خدمت عرض کردم که مانند طلا و نقره ان. در تمام تاریخ بشر حرف آموزنده خدمت نسل جوان عرض میکنم، ولی از آدرس خودم نه، خیلی سلیس و آسان با خود بیندیش. یک جوان سوال کرد در جریان هفته، گفت اگر از رئیس جمهور، از خطیب توانا، از تاجر ملی، از نسل دانشگاهی و از زن و مرد بشریت پرسان شود که شما از وضعیت جاری در کشورتان راضی هستین ناراض، همه به یک صدا میگویند که ناراض است، همه به یک صدا میگویند که ناراض است. دوم سوال است که راهکار، گزینه برای بیرون رفت از این بحران و تبدیل وضعیت به طوری که از غلطکدار روی سرک تا زعیم سیاسی همه از وضعیت راضی باشند، امان راهکار کجاست؟ هر کس از خود چیزی دارد، خدا ناباوران از خود دارند، نوگرا از خود دارد، سکولر لایک از خود دارد، علمانی عقلگرا از خود چیزی دارد، هر کس راهکاری را سنجیده است. و ای جوان چی میگه؟ گی میگن که یک اتم را استفاده شود، بشریت حذف شود، کل آرام شود. من گفتم که آرام نمی شود، بعد از مرگ یک دنیای دیگری است، نیز آرام نمی شود. بیاییم سراغ یک نظام برویم که هم آرامش و سکون دنیای ما را زامین باشد، هم آرامش و سکون برزخ ما را، هم قیامت را. سه دنیاست، سه عالم است، عالم مشاهد که همه دیدند و میبینند، عالم برزخ تا قیام قیامت، عالم حشر که بعد از قیام قیامت. یک راهکار را انتخاب بکنیم همه گیر باشد، هم ها ها و زمان شمول باشد، مکان شمول باشد، یک نقیصه هم در آنجا کسی با مایکروسکوپ هم دیده نتواند، بیم چی مشکل است که سراغ آن برویم؟ گفت خدا ناباور نمیپذیرد. گفتم یک لوحه در دیوار می نویسیم، در ستون راستش میگیم الله چنین نظام میخواهد، در چپش میگیم فلاسفه، خدا ناباوران چنان میخواهند. از نظر منطق و عقل سلیمی تو به کدام یکی تن باید داد؟ به نظامی را که الله تصویب کرده یا نظام فلاسفه؟ بعد ما و شما حرف میزنیم.
تا به یک معیار تسلیم نشویم مشکل ما حل نمیشه. تسلیم شویم. یک روز گفتم به یادتان باش، زمین و آسمان را خالق آفرید، دریا و بحر، سرانجام خالق را کی آفرید؟ جوابش این بود که اگر خالق را کسی آفریده باشد او خالق نمیشود، زیرا فلسفه وجودی امیست. اگر شیر سیاه باشد خود شیر نمیشود. پس به این خاطر خدمت عرض میکنم که بیاییم دو تا بود در سطح دنیا، انسانی که بخواهد به اهداف برسد هم در دنیا هم در برزخ هم در عقبا. من از آدرس خالق عالم و رسول گرامی دو گزینه را انتخاب میکنم. گزینه است که بسر این گزینه دیگر دستی نیست، گزینه است که گفتنی دیگران در برابر این گزینه شطحات، به تعبیر شما چتیات، به ادبیش ادبی عربیش شطحات، یا یاوگویی، ضرب المثل، طنز، بلهوسی هیچ معنای دیگر نداشته باشد در برابر گفته الله رب العزه و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم. شما بگوین که تمام فیلسوف دنیا جمع شوند بر علیه حرف این دو ذات حرف بزنند، جز از یاوگویی چیزی دیگر است؟ صدایتان را بکشن. او خالقی که نظام را آفریده، قبل و بعدش را میدانه، قرن امروزی را میدانه، او هزاران میلیارد سال قبل هم میدانه. او نتانه که نظام رسیدگی را بر ما بسازه، او ملتی که خودش را نمیشناسه. اگر یک میلیارد سال عمر به انسانها داده شود در تحقیق شناس روح سخن بگویند، من مطمئن نستم که به حقیقت نمیرسم. چرا نمیرسم؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و تمام صحابه علم رو داده نشده مگر کم. صحابه‌ای که از دهان پیامبر قرآن را گرفتن در قسمت روح اونا به مطلب نرسیدن. ولی ما که 14.5 سال بعد هستیم، علم تمام دانشمندای دنیا جمع شوه نسبت به علم صحابه قلیل است. علم صحابه به حقیقت روح هنوز ناچیز است. به می اعتماد یک میلیارد سال عمر داشته باشه به این نمیرسه. وقتی که ما به حقیقت خود ما دستیاب و نیستیم موفق به فهمی او، به نظامی که بشر را به این سه عرصه کامیاب کنه نیستیم. چی از او دوتا گزینه که من پیشنهاد کنم به تمام بشریت، به زمامدار، به دکاندار، به مالدار، به قشری که در تحصیلات همه مصروفن، فقط ساختن فکر و اقتصاد بشریت است. توأم فکر بشریت چه قسم ساخته میشه و اقتصاد بشر چه رقم ساخته میشه، هر دو باید در منهج، در اصول استاندارد و تثبیت شده الله و رسول الله باشد و بس. ما به او جوان گفتم در جریان هفته، مرد مخلصی بود، آدمی چی نبود از دیگران نقل میکرد، آدمی مخلص بود. هدفم اینجاست، گفتم که جالب اینجاست، حرفی که در هیچ تاریخ کنه نمیش، برای ما در اسلام یک نقیصه بگو. خدا ناباور است، هر کسی است. اگر گفتن که چرا یک مرد 4 زن داره، اگر گفتن چرا نصف میراث داره، اگر گفتن چرا قتال داره، این سوالات نو نیست. 1400 و چند سال قبل که اسلام عرض اندام کرد، قرآن در حال فرود آمدن از لوح محفوظ بود، تک تک این سوالا را به منطق قرآنی جوابش داده شده. ای که رابطه ما از قرآن قطع است، ای گپی جدایی است. لذا قرآن یک نسخه عالمی است، کهنه نمیشه، قطعا کهنه نمیشه. بعد از گذشت 14.5 سال هر جزئی که دارد نو میشود، نه این که کهنه. گفتن که قرآن گفته این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه در تاریخ انسانها و موجودات خانه جولا است، بسیار سست است. بعد میگه علم دنیا ثابت کرده تار جولا به حد مقاوم است، چند برابر فولاد عمر داره. دنیا ثابت کرده به این معناست تار جولا را در جوار یا در کمر فولاد ببند و در گرمی ملتان و قندهار بگذار. به گذشت زمان بیا که فولاد در حال ذوب شدن است، اما تار جولا هنوز بر حالت خود باقی است. این علم دنیاست. میگه پس دنیا که ثابت کرده تار جولا به این حد متین و مضبوط است، چرا قرآن گفته که سسترین خانه خانه جولاست؟ اینجاست که به یک
یک سروده یک عارف فارسی جواب میشه. چو سخن اهل دل بشنوی مگو که خطاست، سخن شناس نی دل برا خطا اینجاست. کل تار جولای دنیا را جمع کو، یک ساختمان بساز، دیگه چیز استفاده نکن که برف و باران مانع شود، ده گرمی تو را از گرمی حفاظت کنه، ده سردی از سردی. خانه ای که نسبت به آنچه فلسفه وجودی یک خانه است، انسان در آغوش اوست، مواد زندگیش در آغوش اوست، اهل و بیت او در آغوش اوست. اگر عمر تار جولا صد برابر آهن باشد ولی از او یک غرفه ساخته نشود که مانع برف و باران شود، پس چه مشکل است که قرآن گفته باشد سسترین خانه خانه جولاست؟ بنان میم سر مطلب. دو تا گزینه ای که من خدمتتان عرض میکنم، بحث اقتصاد و فکرسازی در جهان بشریت است. داشتن اقتصاد با ساختن فکر صاحب اقتصاد، شیرازه تمام نیازمندی های بشریت در امی گره خورده. اقتصاد از آدرس فکری که الله و رسول می خواهد به دست آید، از آدرسی که الله و رسول می خواهد مصرف شود. پس اقتصاد با فکر ترور نداره، اختطاف نداره، سود نداره، قطع و طریقی نداره، کیسبوری نداره. معادن طلا را بگذار که زرگری که $1,000,000 سرمایه داره، در و دروازه و همه چیز باز، شب آرام به خانهش بخوابه، تا صبح فردا غیری که مواشی و پرنده در آیه. هیچ مرد اقتصاددانی با فکر به او تعرض نمی کنه. تمام داشته بشریت به دو گزینه حصر میشه. از این اقتصاد تسلیحات نظامی، از این اقتصاد تأسیسات مراکز صحی، از این اقتصاد مراکز تحصیلی دانشگاهی مکتب مدرسه، از این اقتصاد رسیدگی به یتیم معلول بیچاره، از این اقتصاد جلوی رشوت گرفتن، از این اقتصاد جلوی ترور، اختطاف، قتل، قطع و طریقی، بدامنی همه گرفتن. یک کشور مستغنی، یک کشور خودکفا که هیچ گاه دست خود را به گدایگری به سوی کسی دراز نمی کنه. در دو گزینه هست راست. اما به تأسف وقتی من از آدرس منبر میگم و تو نمیتونی که به این هدف برسی، و اون که زمامدار است نیاز به شنیدن حرف خدا نداره و کلام الله نداره، و اون چی که در نظام اقتصاد و فکرسازی سو میگه ای از تاریخ رفته، مودش رفته، اینمیست که به تعبیر حضرات بابای من و شما، خود کرده را درد است و درمان نیست. ما خود کرده ها هستیم، درد خود ما وسیله شدیم، درمانش دیگه از خود ما نیست، چیکار کنیم؟ به این خاطر آل خدمت عرض می کنم، پیامبرم خطخان نبود. پیامبرم صلی الله علیه و سلم از کودکستان و پرورشگاه شروع تا تحصیلات عالی در هیچ سنفی در سمت علمی اسناد من و تو را سردفیکت یا شهادت نامه نداشت. اما هدف اینجاست، در تمام قضایای امروزی خط ندانستن پیامبر برای تحسین نظامش کافی است. به این معناست کسایی که در جهان امروز تخصص در دانشکده های عمومی دارند، خصوصی دارند، ولی وقتی که وارد میدان خدمت میشن ناقصن، هیچ رسیدگی نمیتونن، اصلا ایران موندن چیکار کنیم، در دریا افتیدن. او شخصیتی که خط خوانده نمیتونه، او شخصیتی که در هیچ سمت علمیش اسناد تحصیلی نداره، ولی با گذشت 14.5 سال قواعدی از او که وضع کرده به ما داده هنوز هیچ کنه نمیشه. برای ما در رسیدگی نظام اینمی کافیست، دیگه به دلیلم نیاز نیست. ولی سعی کن، میگه انسان مانند معدن طلا و نقره هست. سری از این برادران و خواهران امت اسلامی کمی درست بیندیشین. ما یک بحث داریم زیر نام تشبیه، و ای هیچ کس از این خالی نیست. میگه برق واری برو،
برق واری بیا، هیچ کسی به انداز برق نمیتونه که حرکت داشته باشه. با یک سویچ از ازبکستان برقت میره، با یک سویچ میایه. هیچ کسی نه از تیاره، نه از موتر، نه از هیچ آدرسی کارتو نمیتونی. لیکن اینجا بحث تشبیه هست. وجه شب تیزی و سرعت است. پیامبرم صلی الله علیه وسلم تشبیه داد که انسانیت مانند طلا و نقره است. هیچگاه طلا و نقره انسان نمیشه و هیچگاه انسان چی نمیشه؟ طلا و نقره نمیشه. هر کی بر کار آفریده شده. مگر وجه شبه چیست؟ شباهت چیست؟ وجه شبه چیست؟ از جناب علی رضی الله عنه را شعر گفته بودن. ملت بیخیرت تصویر از او را کشیده سر شعر سوار میکنن، خیالشان همی عزت و شرافت است. نه، شعر گفتن، اسد گفتن علی قیام شجاعت در وجود علی بود. علی رضی الله تعالی عنه چون از بس که شجاع و دلیر بود، لذا میگفتن که شعر، یعنی مانند شعر شجاع و دلیر است. علی بیاییم، وجه شب چیست؟ طلا و نقره گرچه با هم تفاوت دارن، سرش بیندیش. طلا و نقره گرچه با هم در نرخ و ریت به تعبیر شما در قیمتش صدای تمش نوم چی دارن؟ تفاوت. ولی نامی هر دو نقد است. بلند بگو نامی هر دو چیست؟ از روزی که الله دنیا را آفریده تا امروز ارزش طلا و نقره به نام نقد و ثمن از مود نمیره، قطعا از مود نمیره. جالب است، سرشک بیندیشین. کمکش وظیفه خانگی شما، واجب منزل شما همیست. سرش بیندیشین، اجگاه طلا و نقره از مود نمیره، بلکه نمیره و نمیره. به خاطر رسیدن به یه هدف طلا و نقره هزاران انسان به قتل رسانیدن. یا یک بحث اینمی رقم، انسان در ذات خودش، بشریت در ذات خودش، از یک آدم و حواء رضی الله عنهما علیهم السلام اردو از یک جای آفریده شدن. بلی، مانند تفاوت میان طلا و نقره در میان انسانیت نیز به اساس طلا و نقره چیست؟ تفاوت است. ارزش بعض انسان بالاست و ارزش بعض انسان چیست؟ پایین است. این فطرت است، این خلقت و فلسفه وجودی شماست. یک بس. ولی هیچ گاه نمی شود که به تفاوت انسان را از انسانیت کشید. به اساس جغرافیه، به اساس زبان، به اساس سطوح علمی و رتبه های علمی و سمت های قدرت، به هیچ دلیل انسان را از انسانیت نکش. زیرا تو هم انسان استی و هم انسان است. طلا طلا است، نقره نقره، اردو ولو تفاوت دارن، نقد نام داره، ثمن نام داره، قابل ارزش نام داره. انسان جوهری قیمتی مانند طلا و نقره است، ولو در استعداد تفاوت بوده باشد. بعد از آن زمانی که طلا را، وجه تشبیه، طلا را که اگر خواسته باشن از معادن استخراج بکنن، شما میدانین که ذوب کردن کار داره. اگر خواسته باشی حلقه گوش و لاکیت گردن، انگشتر دست بوده باشه، سیده به تعبیر نسل جوان دایریک از معدن گرفته به گردن، به گوش، به دست استفاده کرده نمی شود. سلسله مراحل داره. وقت البیوت من ابوابها، هرچی از دروازه خودش او ذوب میشه، بعد از ذوب شدن دیگرگون شو کتاب مطلب برسی. باز چی خوب زیبا، با زینت لاکیت و گوشوارمش. انسان در فطرتش وقتی که به دنیا می آید یک معدن طلاگونه و نقرگونه است. ذوب انسان تزکیه درون دل است. ذوب انسان اصلاح عمل است. ذوب انسان تن دادن به قیادت الله و رسول الله است. هر کسی به قیادت الله و رسول الله تن داد، فکر بکو که ازی گوشواره فکر ما، انگشتر زینت فکر ما، لاکت زینت فکر ما میشه. در غیر آن سیده ازی انسان بدون تزکیه و اصلاح، ذوب شدنش که اصلاح و تزکیه است، هیچ چیز ازی انسان ساخته نمیشه. ماننده که وقتی که طلا و نقره ذوب شد، تزکیه شد، یک چیز درده میشه، گم میشه،
باقیش گرفته میشه، یعنی انداخته میشه پسمانده. انسانیت که تزکیه نشد، مانند زو و طلا از این چیزی ساختن نشد، باز اینجاست که اولایی که کل انعام بل هم اضل. قرآن معرفی میکنه ابو جهل و من تبعه را مانند چارپای نه، بلکه از چارپای گمراه ترن، قابل القاء. اینا ایشان زینت زندگی در باب فکر شدن نمیتانه. پس به این خاطر حاصل ایست نفس تفاوت میان طلا و نقره یک وجه تشبیه، رسوخ تفاوت در عمق جوهر طلا و انسانیت دو. سوم آنچه صفت ذاتی است قابل تغییر نیست، ولو در کره آهنگری داخل کنی صفت اصلی و حیولای اصلی خود را از دست نمی دهد. طلا را با آتش سوزان می سوزانند، ولی جوهر طلا بودنش از دست نمی رود. وقتی که انسان در باب تزکیه رسیدن به اهداف مهم کمر همت بست، مانند امت سابقه قبل از رسول گرامی علیه السلام با شانه آهنی، من و شما شانه که بریش و سر داریم، با شانه که دندان و اسنانش آهن بود، جلد انسانها را می شانه می کردن می تراشیدن، خود بیندیش. با ماندن و وضع اره از میان سر بسان تخته چار تراش جهان امروز، تا پایان از میان دوتا می کردن، ولی جوهر انسانیتش می گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، یعنی از آن چی که الله از پیشش می خواهد از آن تغییر نمی کنه. انسان مانند طلا، گفتم طلا را خوب بسایش، تکت تکه بکودش، به زرگری ببر، قیمتش به امان چیزی که معمول است از دست نمی رود. اما اگر موبایلت را بشکنانی درو پا کس نمی خره. دیگه به این خاطر انسانیت مانند وجه شبه، گفتم نفس تفاوت طلا نقره در میان انسانیت تفاوت است، رسوخ تفاوت در جوهر طلا و نقره، مقتضای ذاتی طلا و نقره و فلسفی وجودیش قیمت درونیشان که تفاوت نمی کنه، رسوخ، راسخ، محکم، مضبوط، امی تو یک استعداد وجود انسان است و در حقیقت با این تغییر نمی کنه. آنچه راسخ است تغییر نمی کنه. سفیدی شیر را از شیر کسی کشیده نمی تانه، سیاهی زغال را از زغال کسی کشیده نمی تانه. چرا؟ راسخ است، عجین شده، عجین، عجین، خمیر شده، دیگه وجود نمی شه. پس به این منظور خدمت عرض می کنم عزیزان من که دو بود را باید ما می ساختیم، بحث طلا و نقره که معادن و اقتصاد ماست، دوم فکر بشریت را باید با حفظ تفاوتش می ساختیم. به تأسف ما در افغانستان عزیز معادنی داریم که 1% هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، اما دنیایی داریم که 90% بهره برداری کردن، 10% باقی مونده، حیرانن که دیگر چی کاری کنن، سر کدام کشور اشغال شروع کنن. و عین شکل دنیایی که به مو دنیایشان ارتباط داشتن در اتاق و شعبه فکرسازی به تکنولوژی آنقدر دست بلند پیدا کردن، تصمیم زندگی در فضا را دارن، اما ما مسلمانان همون طوری که در معادن اقتصادی ما 99% بهره برداری نشد، استعداد سرشار مرد و زن افغانستان نیز کوفته شد، فرصت مساعد نشد که مورد بهره برداری قرار بگیره، اصلا کسی تصمیمم نداره. و آنجایی را که استفاده کردن هم با همون کشکولهای سوراخ و جالیدار، جالیدار معنایش میفهمی، یعنی با ملاقهی که جالی داره آشک را صاف میکنن، بایی تو آب را به اندیوالت برده نمیتانی که از او استفاده کنه، تا به او برسد میریزد. جایی که بهره برداری کردن با این چیزا و جالیدارایی که اصلا دیخته ریخته به جای اصلیش چیزی نرسید، اینک وضعیت وطن ماست. در سازش فکر ما پسمان شدیم، در ساختن اقتصاد به جایی که ما زیربینا را خوب قوی می ساختیم، این میلیاردها دلار را در اینجا مصرف می کردیم، معادن طلا و نقره ما را استخراج می کردیم، مورد بهره برداری قرار می دادیم، هزاران انسان مصروف کار می شد، هزاران انسان در اینجا دست بلند اقتصادی و ثروت می داشت، ولی با آن هم روز بروز
ملت را به گدایگری و فقر هنوز آمارش و گرافش را بیشتر ساختیم. اونمو رقم در فکر است. در ساختن فکر بجای از یک ملت ها فکر را با قیادت معیار مشخص خدایی و رسولگونه می ساختیم انسان ها را. جوهر قیمتی را از دست نمی دادیم، ولی با تأسف که در سازش فکر بشریت نیز ما عقب ماندیم. به قیلون خانه ها ما اتاق داریم، به مراکز دیگر اتاق داریم، به مواد مشروب اتاق داریم، در عیش و میل خود ما داریم، حتی به مواشی ما باقی وش داریم. اما شعبه ساختن فکر بشر با قیادت آهین آسمانی هنوز یک اتاق 4 متره به سطح کشور نداریم. این بر ما سنگین است. ولی با تأسف علمای عزیز، دعوتگران عزیز از دست خالی در هر دور از شرایط خطرناک خواستن که اتاق فکرشان مدرسه و مسجد بوده باشه، و در عین حال در این دو دهه اخیر از مسجد و مدرسه بیرون کردن که ابزار تکنولوژی نسل جوان اتاق ساختن فکر باشد. اما با تأسف هنوز مغلوب مانده ایم. دشمن قبل از ما خبر شده بود، اتاق اشغال کرده. برای بازپسگیری ما هرچی دست و پنجه نرم کنیم، هنوز آثار چشمگیر به دست ما دیده نمیش. از این خاطر خدمت عرض کردم که دو بود زندگی را باید می ساختیم، اقتصاد را، فکر انسانیت را. سبحان الله، چرا مسلمان عقب مانده؟ چرا مسلمانی رقم شده؟ چرا در کشور اسلامی بیاییم امی چرا را از خود امی چرا والا پرسان کنیم که امی خودت چی کاری کرده ای که به منافع بشریت انجام شود؟ ما یکان وقت مطایبه دارم، یک اصل گفتیم شما می فهمین. در شناس هر آنچی که سود نداشته باشد، جمله ما را بگوییم، در شناس هر آنچی چی نداشته باشد. اگر کسی هزینه گذاری میکنه، یا دیوانه هست یا کودک است، یا دیوانه هست یا کودک است. 3000 افغانی اسباب ملعبه کودکان خریده می شود. اولین تصمیم کودک امیس باید بشکنانه که در میان یزی چیست. به ایمان بگو هست نیست. خب گیرم شکستاندی در میانش تو سوزن واری تکمه باری بود، بعد از اینکه شناختی چی سودی به تو کودک نمیرسه. یا اولین تصمیمش برای چیست؟ شکستاندن جنسی که 3000 قیمت داره. خب گیرم شکستاندی آنه دیدی سودش چیست؟ چون کودک است، مرفوع القلم است، اعتراضم نداریم. به تعبیر نسل جوان ابجکشن در اینجا غیر موردش است. ما اعتراض نداریم، کودک است. اگر یک آدمی کلان موتر از بازار 6000 دلار میخره، چکش گرفته شکستانده رئیس، میگم سعی کنم که در میان از این چیست گیرم که شناختی چی فایده؟ یا دیوانه است یا که چیست دیگه شتو بگو. نشه است. یا دیوانه است یا چیست؟ نشه است. حالی آمدیم که وقتی که ما میریم در سوالات کانکوری نسل جوان سر ما اعتراض داره. یا ما ای اعتراضم علمی است. هر کسی که در صدر کادری نسلی سرزمین قرار داره، اگر صدای ما را میشنوه اقدامان نشود، تصمیم تعدیلش بگیره. نوشته است که تاریخ وفات هارون رشید کدام تاریخ؟ نوشته است که ابو دردا نام اصلیش چیست؟ یعنی در بخش اسلامیاتشان با کانکور که سمت بلند علمی نسل جوان است، باید از اسلام خود آگاهی داشته باشه و او آماده باشه که تا در امتحان کانکور در اسلامیات ناکام نمانه. آخرین پرسانش امی بوده که وفات تاریخ هارون رشید کجاست؟ ابو دردا چی نام داره؟ گیریم تو شناختی ابو دردا عامل، گیریم تو شناختی که تاریخ وفات خلیفه هارون در فلان. بعد از شناس تاریخ چی سودی به دست شما می آید؟ صدای دبلند ما فیصله کردیم که همچو تصمیم که در شناس او سود دنیا و آخرت نباشد، بغیر از کودک، بغیر از نشه، بغیر از مجنون، کار خردمندانه، کار عاقلانه اینست.
ولی از آدرسی که تهیه میشه این آمادگی و این ورقایی که زیر نام کانکور است، از سمت کادرهای علمی ما ساخته میشه. بیندیشن، اما نگوین که ما را دیوانه گفت، ما را ای گفت نه معذرت میخواهم. فکرشان نرسیده، مشکل ممکن به تقلید سابق رفته باشند. بلندترین کوها در کجاست و بلندترین دریا، کلانترین دریا در کجاست، ای را جز یک نصاب قرار دادن و آنچه که در گزینه اقتصاد و آنچه که در گزینه فکرسازی از قیادت الله برای ساختن همه داشته ها در خدمت ماست، او نه در مکتب ما در نصاب ماست، نه در دانشگاه ما، هم گهی گهی در مدارس ما هم نیست. این بر ما بسیار سنگین است، سر بسیار عمیق بیاندیشه نسل جوان. من یک نمونه میگم، یک مثال و فرمول میتم نی که در معرفت هر سؤالی که سود نداشته باشد هیچ اقدام نکن. وقتی که ما وارد میدان پیش منیجر یا صفحه رسمی میشم، کومنت می آید آدم ها در جنت ریش دارن یا ندارن. سبحان الله، امی سؤالش است. اسحاق ذبیح الله بوده یا اسماعیل؟ کشتی نوح علیه السلام چقدر درازیش بوده؟ جنازه آدم کی خوانده؟ از شما پرسان میکنم، بعد از این کمیره بفهمیم این سود از این چی است؟ صدایتان بلند بکشه. چرا به این فرهنگ تسلیم نمیشیم؟ فرهنگی که قرآن، حدیث، نظامی که الله را تعیید کرده، در معرفت آنچه که سودی ندارد وقت تضایی نکن. وقتی که تو کمین میمانی از تو مصرف است، جوابی را که علیم به تو میتا مصرفش است. وقتی که نوشته میکنی، وقت زمان اینمی خودش یک سرمایه است. روز قیامت که پنج سوال عالمی زیر نام کانکور ست جهان قبل و بعد، یکش امیز که وقت تا در کجا مصرف کردی با اوجت ناکام میشی باز. نکو فرصت دیگرها را هم مگیر و از خودت هم عمرت ضایع نکو. در هنچه که در معرفتش سود عملی نیست، هیچگاه هزینه گذاری نکو. قبرهای قشنگ و زیبا با هزینه $5,000 امریکایی مصرفش، برما بگوین اگر عملش یاری نکند، توحید نداشته باش و اتباع سنت نداشته باشه، پنج نیک $50,000 هزینه گذاری کنن، با ایمان بگو که با او مرده سودی دارد؟ بلند بگو ندارد. در آنچه که سودی بعد از معرفتش دیده نمی شود، اقدامش سه گزینه دارد که تو میدان. امام بخاری از عبدالله ابن عمر می آورد، کسی می خواست غنچه ها و چیزا را سر قبری کسی نصب کنه. دو باب مگب نمی زنم، باز بحث علمی است، صرف یک مثال می تونم. گفت به این چیزها سایبان مساز، سایبانی او عملی اوست. سایبانی او چیست؟ عملی اوست. ما در دنیا کت حجاب چپستیم، خواهران ما را که در قبر می مانند باز پرده می گیرن که کس نبینه. الله رحم کنه. پرده و حجاب به جایی که سود دارد ما به او غور نمی کنیم، در آن جایی که سودش نمی رسد. مخالف و پرده گرفتن نیستم، بگیرن مشکل نداره، هدفم دیگه چیز است، باید بدانیم. سرش بیندیشین، انحراف و کجروی در سخنان من نکنیم. بنان پیامبرم صلی الله علیه و سلم بر ما درس داد که انسان مانند چیست؟ مانند طلا و نقره است. هیچ کسی را نمی بینیم که طلا و نقره را بکشن و از بین ببرن و دریاب ها غرقش کنن. هیچگاه تصمیمی ترور اختطاف از بین بردن انسانیت را نگیر، زیرا جوهر قیمتی است. فقط وقتی که الله تو را مجاوز داد، وقتی که قرآن و حدیث مجاوز داد، باز آنجاست که طلا را هم زرگر می سوزاند، از دم تیغ امو ماشینش هم بیرون می کند، تراش هم می کند، ولی مجاوز داره. با مجاوز الله و رسول از آدرس نظام محاکم، او استثناست، همه چیز به جای خودش. در غیر آن خودسرانه هیچگاه اقدامی به این موضوع نشود. چی وقتی وضعیت میشه؟ از فکر سازی، از اتاق فکر، از شعبه فکر، از سالون فکر، از سالون فکر باز. گفته بودم یادتان است، فکر باشی فکر با ذکر، همیش همیش. ولی به تأسف گفتنی ها زیاد است عزیزان دلم.
پیامبرم بهترین دکتر در از آدرس سمت علمی وضعیت مردم میشناخت، حالت مردم میشناخت، اما خواست های مخاطب خود میشناخت. حدیث الناس بما یعرفون، انسان به میل خودش برش صحبت میکرد، انسان ها را میخواست که از آدرس خودشان با اون زبان خودشان به زنانه صحبت و زبان گفتار جدا داشت، با ملتایی که وفد و نماینده بودند زبان جدا داشت، با ملتی که زماندار در قیادت نظامی بودند زبان جدا داشت، با ملتی که اهل فرهنگ و تحصیل بودند زبان جدا داشت. یک شخصیت جامع الکمالاتی که دنیا تا امروز از خوبیای او تذکر میدهند. ما از او چی بدی دیده ایم؟ سراغ نظام کسای دیگری بریم که اصلا درد ما را مداوا نمی کند عزیزان من. پس به این منظور خدمتتان عرض کردم، عنوان موضوع من این بود که از معادن ما چرا استفاده نکردیم، هم از معادن اقتصاد ما، هم از فکر سرشار این نسلی که همه می دانند. ولی با تأسف، با تأسف دیگه بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم، حرفای خود جمع‌بندی می کنم با نسل جوان و برادران و خواهران امت اسلامی و همیست که از امین اکنون به بعد هم ماهی را هرگاه از آب بگیرین تازه است. به حیث یک مسلمان، به حیث یک فرد با احساس در هر سرزمینی که نشست داری، مهمان استی، دعوت است، ولیمه است، اونموز زمینه را مساعد فکر کن و اونمور یک حلقه فکر با ذکر وسیله شو. ملت طور باید حلقه فکرسازی سرشان عام شود، مانند طلوع خورشیدی که گرمی به همه اصابت میکنه. آنجاست که اقتصاد سرزمین ما ساخته میشه، صداقت میآید، امنیت میآید، اتحاد میآید، نظام میآید. باز اگر اونجا سوال کنیم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان که از وضعیت راضی است ناراض، به یک هنجره، به یک صدا خواهند گفتند که همه راضی استیم، همه. و در غیر از او در نظر شخصی ما میشه که خدا مانده نکنن، در نظر برداشت شخصی ما در روشنایی قرآن و نظام الله هیچگاه خدا مانده نکنن. زیرا ترسم ای اعرابی که تو به کعبه نرسی، که این رای تو میروی به ترکستان است. در افغانستان کعبه به غرب ماست، به طرف شمال ما نیست. اگر این اطرافی نابلد به شمال بره، تا قطب شمال آخرین لحظاتی که امکان داره هیچگاه به کعبه نمیرسد. این ملتایی که به خاطر آوردن امنیت افغانها و آمدن نظام مقتدر خودکفا زیر نام این و آن لوگو و شعار دارن، کمر بستن که ما در این وطن میاریم، دو دهه بر ما نشان دادن که به ترکستان روان هستن، به نقطه هدف نمیرسن. آزموده را آزمودن خطاست، بیم از این خطایات دست بردار شویم. آدرس اصلی را که الله و رسول به ما داده و میدهد، از امی آدرس با تفاهم قوی دست با هم داده، در وجب وجب خاک و ما امنیت و آرامش، اقتصاد بزرگ و اتحاد امت را تأمین کنیم، تا باشد که در قلم تاریخ همه نوشته شویم که این کسایی بودن به آوردن آرمانهای دیرین ملت ها دست و پنجه نرم کردن، با عرق جبین، با عزم متین، با تصمیم آهنی به این دستیاب شدن. در غیر از او تاریخ دو دهه را چی که یک دوازده دهه افغانستان را نوشته کرده، چهار دهه اخیر را خود کاملا نوشته اند، همه رایجستر تاریخ هن که سرزمین و ما را، سرمایه ما را کی به بازار لیلام بردن، در مقابل تمامیت اردی کی خائن بودن، و به خاطر آمدن مهمانان سرخ و زرد چی کارهایی را انجام دادن، به خاطر از بین بردن معادین الله و رسول الله کی تخریب کاری را انجام داد. اگر من تو قبول کنیم نکنیم، راضی باشیم نباشیم، تاریخ نوشته کرده. به ایمان بگو کرده نکرده، بعد از این نیز نوشته میکنه، زمانه نوشته میکنه، کرام کاتب نوشته میکنه، برزخ میبینی، قیامت. پس به این اساس گفتنی ما به همه مخاطبانی که در هر سرزمینی هستند، هم فکر ما را بسازیم، البته فکر تو هم با ذکر، و هم اقتصاد مشروع ما را. و حرف دائمیم ای بود که در اقتصاد اسلامی اخلاق انسانی، دین امگیر سرزمین اسلامی، حکومت اسلامی، هر سه یک مثلث مدیر
و یک مثلث مرکزی هن. گه اخلاق تو را اجازه نمی دهد که از قواعد اقتصاد برایی. 1000 افغانی را به 5000 بفروش. گه دینت اجازه نمی دهد که تو از سود و دغل کار بگیری. اگر تو تخطی کردی حکومت اسلامی تو را مجازات می کنه. این از این خاطر است که ما دو چیز بسازیم، روند فکر و ذکر زندگی را به حیث طرح مدون به شما میگم و در عین حال ساختن اقتصاد از فکر و ذکر بالاترین ارزش زندگی را داره. تسلیحات نظامی که کشور خود کفا شود بدون اقتصاد نمیش، مراکز تعلیم تربیت تحصیل بدون اقتصاد نمیشود. جلو اختطاف و آدم ربایی و سود و دغل دغدغه های جهانی امروز به درد تو نمیخوره. آنچه که در دلت دغدغه داشت و میداشت باید آمدن فکر و ذکر اقتصاد نظام اسلامی عزیز می بود. اما با تأسف، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله رب العالمين اول مره توفیق برای زمین سازی ساختن فکر و ذکر و اقتصاد امت اسلامی نصیب بگردان. بعد حاضرین عالم اسلامی را از بلاها مصیبت ها ما را نگهدار. الهی بحرانی که به عالم حاکم است به قدرت کاملی خودت وضعیت را مبدل بگردان. الهی کسایی که بیمارن مشکل دارن، ایام سردی موسم سرد است، الله دادشان برس. کسایی که اولاد ندارن اولاد صالح نصیب بگردان. ما که داریم صالح بگردان. بیمارای ما را شفای عاجل نصیب ما بگردان. یا الهی نظامی که تو رازیستی نصیب ما بگردان. امنیت آرامی اتحاد وحدت نصیب ما بگردان. نسل جوان خواهران مادران ما را گمراه نگردان. الهی نسل جوان ما چشم امیدی ما هستند. ایشان را مانند طلا تزکیه گرایان امت بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. والدین مرده های ما را مغفور مرحوم از شفاعت رسول گرامی بنصیب نگردان.